سلام خانم مینا احدی، میتونید برام توضیح بدید که اینجا کجاست و امروز برای چی اینجا اومدین؟ در مرکز شهر بروکسل ما هستیم و امروز در حمایت از مبارزات مردم در ایران و اتفاقات خیلی وسیعی که در ایران افتاده در سراسر دنیا تظاهرات هست. ما هم در مقابل ساختمان پارلمان اروپا تظاهرات داشتیم و به ویژه ملاقاتی انجام دادیم با نمایندگان پارلمان اروپا که از امروز صبح ما اونجا بودیم و نزدیک 3-4 ساعت نشست داشتیم با نمایندگان پارلمان اروپا. ما توی این نشست امروز حدود 14 نفر رو دیدیم توی نشست‌های مختلف، ولی آخرین نشستی که الان داشتیم 11 نفر از مسئولین بخش ایران، بخش حقوق بشر و بخش روابط خارجی تو شرکت داشتن. ما در اونجا در مورد این حرف زدیم که آخه سالهای سال من یکی و مریم نمازی و خیلی همون اینجا میاییم توی پنو سال میریم نشست میذاریم و بهشون میگیم که مردم ایران حکومت اسلامی رو قبول ندارن. این حکومت حکومتی نیست که برآمده از به اصطلاح جمهوری یا امام انجام دادیم. این ضد اسلام هستن. خیلی وقتا رفتیم و گفتن خب میگید چی کار کنیم؟ اتک بکنیم، حمله کنیم بهشون، راه حل به ما نشون. حدود یک ماه قبل با همین هیئت، با تعدادی از این هیئت نشست داشتیم من و مریم. وقتی از ما پرسید شما میگید چی، ما گفتیم مردم ایران انقلاب میکنن، مردم حکومت اسلامی رو نمیخوان و این حکومت رو میندازن. و رئیس هیئت یه پوزخند زد، یادمه، یه پوزخند زد، گفت چطور ممکنه تو ایران انقلاب بشه. و امروز رفتیم اونجا با همون هیئت نشست داشتیم و گفتیم نگاه کنید، انقلاب شد در ایران، انقلاب شد و باید شما الان محکوم کنید جنایات جمهوری اسلامی رو. باید بگید حکومت اسلامی مشروعیت نداره، نه یک جبهه و نه یک جناحش، نه فقط علیه احمدی نژاد. چون در پارلمان اروپا 2-3 روز قبل از طرف حزب سبز فراخوان داده شده بود، مخمل باف و خانم ساتراپی اونجا بودن و کنفرانس مطبوعاتی داشتن، داره، ولی ظاهرا موسوی مشروعیت داره. و ما رفتیم بگیم که حکومت اسلامی رو نمیخوان، انتخابات فقط یک بهانه بوده، جمهوری اسلامی رو نمیخوان. میلیون ها بشر اومدن تو خیابون، دیگه اتحادیه اروپا نمیتونه از اینا دفاع کنه، اجازه نداره از اونا دفاع کنه. و سوالی که از ما که تو خیابون، ولی لید مبارزات چیه؟ رهبر این مبارزات کیه؟ کی به این مبارزات ختم میده؟ اونا شنیدن و دیدن تظاهرات رو، دیگه کسی نمیتونه نبینه این انقلاب رو. و ما اونجا گفتیم ما دوتا رو، من و مریم نمازی رو سالهای سال شما میشناسید. ما علیه اعدام، علیه سنگسار، علیه زن ستیزی، علیه قوانین ضد انسانی اسلامی بارها و بارها اومدیم اینجا. شما دیدید که ما نزدیک حداقل 15-16 سال میاییم اینجا، آدم نجات میدیم، علیه جمهوری اسلامی تظاهرات میذاریم و به شما میگیم ما در حال ساختن یک انقلاب هستیم. ما فقط عضو سازمان اکس مسلم یا سازمان دفاع از حقوق زن و غیره و غیره نیستیم، اینم شما میدونید. ما اعضای رهبری حزب کمونیست کارگری ایران و این حزب داره این انقلاب رو رهبری میکنه. اونجا گفتیم ما تلویزیون 24 ساعته داریم، با هزاران نفر آدم روزانه در حال تبادل نظر هستیم. ما این انقلاب ساختیم، ما اومدیم همینجا به ما پوزخند زدید، ما گفتیم مردم ایران انقلاب میخوان، میتونن حکومت اسلامی رو سرنگون کنن و ما الان نمایندگان این جنبشیم، این مردمیم. ما اومدیم بگیم اتحادیه اروپا دیگه اجازه نداره بگی احمدی نژاد بعد موسوی. مریم خیلی مفصل گفت موسوی کیه. 8 سال نخست وزیر حکومتی بوده که انقلاب فرهنگی را راه انداخته و جوان اینا به گلوله بستن. 8 سال اینا دم اعدام کردن، اینا زن حامله را بردن جوخه و ترورش کردن و کشتنش. دخترای جوان 16-17 ساله را 2 ساعت قبل از اینکه اعدام بکنن تجاوز کردن بهشون. اون نخست وزیر اون حکومت بود و الان اومده داره میگه که ایران رو من نمایندگی میکنم. ما دیدیم که حکومت اسلامی باید بره، این مبارزات رهبر داره، ساخته شده. این انقلاب همینطوری پیش نیومده. ما همیشه میگفتیم زنی حجاب نپوشه حقوقش رو میخواد. جنبش اونجا وجود داره و سالهای سال داریم کار میکنیم برای ساختن این انقلاب. الان که این انقلاب به گوشتون رسید لطفاً به رسمیت بشناسید و لطفاً در راه به اصطلاح سازش با یه جناح حکومت وارد نشید. مردم ایران میبینن اینا رو، گفتیم ما میریم گزارش میدیم از تلویزیون خودمون که میلیون ها نفر میبینن. ما تو اون تلویزیون خواهیم گفت که بخشی از پارلمان متقل با ما نشست داشت، ما حرف شما رو زدیم، ما صدای انقلاب شما رو رسوندیم، ما گفتیم این انقلاب رهبر داره و ما گفتیم که از طرف ما اعلام میکنیم ما ایران اتمی نمیخوایم، ولی در این حال علیه اعدام، اعدام باید لغو بشه،
چند خواست حداقل رو این حزب داره مطرح میکنه در بین مردم. میگه اعدام نه، حجاب اجباری نه، آپارتاید جنسی نه. خواهما خواهان دستگیری تمام کسانی هستیم که ترور کردن، همین چند روز تعداد زیادی از جوانا رو کشتن، دستگیر کردن. عاملین و عاملین کشتارای اخیر رو ما میخوایم محاکمه بشن. ما خواهان آزادی بیان در ایران هستیم، آزادی اعتصاب، تشکل، و ما میخوایم که حداقل دستمزد کارگری 1,000,000 بشه. اینا حداقل ها یکی این حزب الان داره مطرح میکنه. در هر حال در ادامه خواستیم که حتما محکوم کنن جمهوری اسلامی رو و حتما برای ما یه جلسه بذارن بتونیم بریم تو پارلمان اروپا در بسیار در حضور تمام نمایندگان پارلمان سخنرانی بکنیم. ازشون خواستیم فورا اطلاعیه بدن علیه جنایاتی که اسلامی کرده. و از نظر من بسیار مهم بود این نشست. ما نمایندگان جنبشی هستیم که در ایران در جریانه. ما نمایندگان حزبی هستیم که 30 سال داره علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنه و ما از پارلمان اروپا خواستیم که ما را ببینه، با ما نشست داشته باشه. مخمل باف که دوره پاسدار بود و نمیدونم خودش اصلا داستان داره و باید رسیدگی بشه به پروندهش، نمیتونه این دفعه بپره وسط بره پارلمان اروپا. از قول میلیون ها جوونی که اومدن تو خیابون علیه اعدام، علیه سنگسار، علیه حجاب و علیه سنسیتیزی هستن، نمیتونه بره این انقلابی که در جریان رو حراج بکنه تو پارلمان اروپا که گویی مردم علیه احمدی نژادن و بیاین از موسوی دفاع کنیم. نمیذاریم، دیگه نمیذاریم این اتفاقا بیفته، دیگه نمیذاریم در سطح دولت ها و در سطح پارلمان اروپا این اتفاق بیفته. اونا ما رو میشناسن. ممکنه مخمل باف اولین بار باشه یا بقیه، ولی من و نوعی اون یکی رو میشناسن. ما سالهاست آشنای در اونا رو کریم بچه 16 ساله رو اعدام کنن. ما سالهاست رفتیم اونجا و باشون رو در رو نشستیم، گفتیم سنگسار ضد انسانیه، ضد بشریه، یه چیزی بگید علیه حکومت اسلامی. ما سالهاست که رفتیم و صدای اعتراض شهلا جاهد و کبرا رحمانپور و دلارا دارابی رو که تو سلول های مرگ جمهوری اسلامی بودن به گوشه اینا رسوندیم و امروز در قامت یک حزب از طرف یک حزب رفتیم اونجا و گفتیم انقلاب ساختیم. بفرما این انقلابیه که داره الان در جریانه و شما باید ما رو به رسمیت بشناسید به عنوان نمایندگان مردم ایران و دولت آتی در ایران. ما ایران اتمی نمیخوایم، ولی ما به محض اینکه به قدرت برسیم تمام قوانین ضد انسانی اسلامی رو ملغا اعلام خواهیم کرد و دنیای خواهیم ساخت که واقعا بشر لایق زندگیشه در قرن 21. در هر حال این نشست به نظر من یکی از نشست‌های مهمی بود که ما با پارلمان اروپا دیم و در یه جشن چه کارا می‌کنیم. مریم نمازی اونجا بود، حتما میتونه دقیقه و گزارش رو تکمیل بکنیم و امیدوارم که بتونیم باز هم بعد از پیروزی انقلاب در ایران اینجا به عنوان نمایندگان دولت آتی در بریم و بیایم گزارش بدیم. یعنی گزارش رو داد، بحثایی که داشتیم. الان چیزی که ازشون خواستیم اینه که فوراً کشتارا رو محکوم کنن و قرارش که اسامی کسایی که بالاخره به تلویزیون زنگ زدن، اسامی کشته شدگان، مجروح شدگان رو بهشون بدیم که اینو بعد به اطلاع تمام اعضای پارلمان بتونن برسونن. در ضمن خواستیم که یه جلسه بذارن برای تمام نمایندگان، چون ما با بعضی از نمایندگان پارلمان اروپا صحبت کردیم، ولی باشه که بتونیم مسئله خیلی وسیع مطرح کنیم که قرار شده هر چه سریعتر این جلسه به نظر از این نظر موفق هم مشده که تونستیم نشون بدیم که بالاخره هم دمایی مثل مخمل آفیان و همه این جنبش و مقاومت رو توی چارچوبه باید سعی میکنن توصیح بدن، چون به نفعشونه و لازمه که واقعیت این انقلاب، واقعیت مبارزات مردم و اینکه یه جمهوری اسلامی رو نمیخوان، کلن نمیخوان رو بشنون. و به نظرم این کاریه که ما سالها کردیم، ولی الان با اینکه میلیون نفر توی خیابونا هستن امروز و دیروز و این چند روز گذشته، واقعا نشون دهنده اینه که حقیقت رو بهشون گفتیم. بهشون گفتم اون دفعه که اومدین خندیدین بهمون، الان هیچکی نمیخنده. فردا مطمئن باشین این حرف ما رو خیلی جدی خواهید گرفت و بهتره زودتر جمهوری اسلامی رو ایزوله کنین، زودتر از نظر سیاسی رابطه باش قطع کنین، به خاطر اینکه به یه روزی میرسین که باید این کار رو بالاخره بکنین و بهتره الان یه خورده آبرو برای خودتون نگه دارین. یعنی از این نظر به نظرم مهمه که ما صدای مردم ایران و صدای واقعیشون و اعتراض واقعیشون رو برسونیم. به نظر من این تنها این حزبه که میتونه این کارو بکنه و این تلاش رو ادامه میده تا به یه
نتیجه انسانی و به قول همین تقوای ایران رو برگردونیم به قرن 21. مرسی.